بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آخرین حدیث از کتاب عقل و جهل کافی، حدیث 36 در آخرین جلسه ما عنوان می شود، درباره مسئله عقل و جهل، یعنی مهمترین مسائل زندگی بشر. عن همران و صفوان ابن مهران الجنبال قال سمعنا ابا عبدالله علیه السلام یقول لا غنا اخصب من العقل ولا فقر احط من الحمق ولست زهار فی امر به اکثر من المشورت فیه. اول درباره این دوراوی صحبت کنم، یکی همران و دیگری صفوان، هر دو از بزرگان یاران ائمه علیهم السلام هستند. صفوان ابن مهران از یاران و اصحاب امام باقر و امام صادق هر دو بوده، ولی صفوان جمال از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام. هر دو از بزرگانن. درباره مهران همین اندازه بس که امام باقر علیه السلام جمله ای دربارش فرمود که اگر درباره هر یک از ما گفته شود چقدر افتخار است. فرمود لعنت، با تأکید، لعنت من شیعتنا فی الدنیا والآخره. مهران، تو از شیعیان ما هستی هم در دنیا هم در آخرت. روایات متعددی در مدح و ستایش این بزرگوار وارد شده. و اما صفوان، داستانش معروف است، از یاران امام کاظم و از یاران امام صادق علیهم السلام است. دربارش گفتن انه جلیل القدر، شخصیت والایی داره این راوی. و اون جمله امام کاظم علیه السلام هم درباره او معروف است، غالبا شنیده ایم. فرمود کل شیء منک حسن جمیل. ای صفوان، همه چیز تو خوب است و همه چیز تو زیباست. ما خلا واحده، فقط یه عیب در زندگانی توست. از کدون عیب رو بفرمایید برطرف کنم؟ امام کاظم فرمود اکراه که جمال که من حاضر رجل، تو دارای شترانی هستی و اینها رو به هارون الرشید کرایه میدی، این کار تو اعانت بر اسم. از کد یبن رسول الله، اولا اینا رو کرایه میدن موقعی که اینا میخوان برن حج، جمعیت و اطرافیان و اصحاب و یاران و حج میخوان برن، من کرایه میدم شترها رو برای مسئله حج. ثانیه من خودم همراه اونا نمیرم، کارکنام رو میفرستم، برای بچه ها رو میفرستم. فرمود با این که خودت نمیری، با اینکه مسیر مسیر حج و عبادت خداست، بازم این کار خوب نیست. چرا؟ فرمود آیا تمام کرایت و اول کار میدن؟ نه.
لابد مقداری میدن مقداری بعد. آیا واقعا دلت نمیخواد هارون زنده بمانه تا اینا از مکه برگردن تتمه کرایه رو بدن؟ همین اندازه که خواهان بقای اونها هستی در این چند روز، همین اندازه عیب زندگانی توست. چقدر دقیق، چقدر حساب شده. صفوانم گفت اشکالی نداره، این عیبم برطرف میکنم. رفت تمام شطرهاشو فروخت. سال بعد هارون صداش زد، شطرها رو آماده کن، میخوان یاران من به مکه برن. گفت قربان تمامشو فروختم. چرا؟ پیر شدم، بچه هم نمیتونن به این کار برسن، حق مسئله ادا نمیشه. فرمود میدانم کی به تو دستور داده. اگر سابقه خوب تو نزد ما نبود میدانستم با تو چه رفتاری کنم. برو. یه همچین فداکاری، یه همچین گذشت، یه همچین شخصیت در یاران اصحاب ائمه بودن. حالا این دو بزرگوار، اون مهرانی که انت شیعتنا فی الدنیا و الاخره و این صفوان فداکار، هر دو از امام صادق علیه السلام این حدیث رو در سه جمله کوتاه نقل میکنه. جمله اول فرمود لا غنا اخصب من العقل. خصب به معنی فراوانی نعمت، سالی که پرباران باشه. میگنش عرب ها سال عام الخصب، فراوان، در مقابل جدب در لغت عرب یعنی سال قحطی و خوشسالی. فرمود هیچ غنایی پربارتر و پرمحصولتر از عقل نیست. محصولات عقل زیاده. عقل به انسان آبرو میده، شخصیت میده، در پیشگاه خدا مقام میده، در دنیا دوست برای انسان درست میکنه، در آخرت شفاعت برای انسان درست میکنه. عقل خیلی پرمحصوله، از زراعتهای بسیار پرمحصوله. بعد فرمود ولا فقر احد من الحمق، هیچ فقری پستر از حماقت نیست. فقر انواعی داریم، گاهی افرادی فقیرن، آبرومندن، همونطور که قرآن در باره بعضی میگوید تحسبهم اغنیاء من التعفف، فقیرن اما به قدری عفت نفس دارن که وقتی نگاه به اونها میکنی خیال میکنه غنی و ثروتمندن. فقیر است با شخصیت. اما حماقت آدم رو فقیر توأم با بیشخصیتی میکن. ولا فقر احد تو من الحمق، فشرده میخوام عرض کنم. و اما سوم ولست تظهار فی امر به اکثر من المشوره، هیچ پشتیبانی در کارهای مهم برای انسان بهتر از مشورت نیست. مشورت هم باز در مسیر عقله، تضاف العقول الى عقل واحد. من وقتی مشورت با کسانی میکنم عقل او به عقل من ضمیمه میشه. با 10 نفر مشورت میکنم 10 تا عقل با عقل من میشه 11، با 5 نفر 5 تا عقل با عقل من ضمیمه میشه 6 تا. فرمود هیچ پشتیبانی بهتر از مشورت نیست. انسان در هر مرحله از اجتماع باشه، از اون بالا گرفته تا پایین، هر کجا استبداد به رأی داشته باشد مشورت نکند خطا میکند. بشر غیر از معصومین جایز الخطاست. چیزی که ذریع به خطا رو کم میکنه مشورته.
با یه نفر مشورت کردی ضریب خطات میشه نصف، با نه نفر مشورت کردی با خودت ضریب خطات میشه یه دهم. چقدر خوبه این دستور اسلامی که در متن قرآن در دو جا آمده، اون همه روایت داره، همه عمل کنن، همه صدر و ذیل، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، همه. فرمود هیچ پشتیبانی مهمتر از مشورت نیست. از جمله مسائلی که در عهدنامه مالک اشتر بر آن تأکید شده، مالک در کارها فقط با فکر خودت کار نکن، یک گروه مشاور داشته باش، این گروه مشاور به تو مشورت بدن. یه مملکت مثل میخوای اداره کنی، یه مملکت رو بدون مشورت که نمیشه اداره کرد، یه خانه رو بدون مشورت نمیشه اداره کرد. تو میخواهی برای مصر حکومت کنی، مشورت کن. اما مشاورین هم حواست باشه، هر کسی صلاحیت به مشاورت نداره که در روایات صفات مشاور ذکر شده، از جمله در همین عهدنامه مالک اشتر. فرمود با سه گروه مشورت مکن. گروه اول آدمهای بخیلن. چرا؟ برای اینکه تو میخواهی بذل و بخشش کنی به افراد نیازمند، بخیل دست تو رو میگیره، میگه آقا فردا رو هم حساب بکن، فردا ممکن است کیسه خالی بشه، چیه داری ریخت و باش میکنی؟ یمنعک من الفضل، مانع میشه از اینکه بذل و بخشش کنی. دوم با آدمهای ترسو مشورت نکن. انسان در مسائل کوچک و بزرگ با شجاعت میتونه به جایی برسه. وقتی با آدم ترسوی مشورت کنی، آقا این فرد اینطوری کرده اونطوری کرده است و باید چنین کرد چنان کرد، میترسونن تو رو. فرمود با آدمهای شجاع مشورت کن تا مشورت سالم و صحیح به تو بدن. سومم با آدم ها و گروه حریص مشورت نکن. چرا؟ برای اینکه آدم های حریص میگن آقا منابع بیشتر، درآمد بیشتر، احتیاج داریم، لازمه، ظلم باشه، عدالت باشه، تو رو واداره به ظلم میکنن حریص ها. حریص میگه باید به دست آورد از هر کجا که باشد. بعدم جمله کوتاهی امیر مؤمنان علی علیه السلام در زید این جمله گفت، چقدر جالبه. فرمود این ستا بخل، ترس، حرص، همه یه ریشه دارن، ریشه سوء الظن بالله، ریشه از این از خدا رو قادر نمیدونه. اگر خدا رو قادر میدونی بس رو بخشش کن، چرا بخ؟ اگر خدا رو توانا میدانی نه ترس، تنها نیستی. اگر خدا رو قادر میدانی حرص برای چیه؟ خدا میرسانه. فرمود این ستا یه ریشه دارن، یجمعها سوء الظن بالله، سوء ظن به خدا و قدرت خدا و توانایی خدا. امیدوارم خداوند به همه ما عقل کافی بده، بتوانیم از این سرمایه پرمحصول انشاءالله استفاده کنیم. 36 تا حدیث پربار در این جلسات بسیار زیاد درباره مسئله عقل و جهل از کتاب اصول کافی خوندیم. همین ها برای هدایت تمام جامعه انسانیت بقیده من کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من أولاد الحسين. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وعلما نافعا، وعقلا تاما، ورزقا حلالا واسعا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اصرف عنا البلايا وكيد الأعداء وشر الأشرار.